با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید در حالی که مهرت گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک تا ده تیر ماه 1394 تمدید شد، حسن روحانی جمهوری اسلامی را پیروز میدان خواند در همین حال جان وزیر امور خارجه آمریکا گفت تحریم های ایران در طول مدت تمدید مذاکرات ادامه خواهد داشت رئیس جمهور ایران ساعتی پس از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در وین که با تمدید مدت مذاکرات به پایان رسید، با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تردیدی در فعال ماندن فناوری و تأسیسات هستهی ایران وجود ندارد و امروز طرفهای مذاکره باور دارند که فشار و تحریم در برابر ایران بینتیجه است به گفته روحانی سانتریفیوش ها هرگز متوقف نمی شوند، اما چرخ زندگی مردم نیز بهتر خواهد چرخید. او همچنین تاکید کرد پیروز نهایی مذاکرات مردم ایران خواهند بود به گفته روحانی ایران منطق گفتگو و مذاکره را با جدیت و تا حصول به توافق نهایی ادامه خواهد داد او در ادامه گفت آنچه که امروز توافق شده بر این مبناست که شرایطی که از توافق ژنو تعیین شده بود برای چند ماه دیگر باقی بماند و فرصت ادامه مذاکره برای دستیابی به هدف و توافق نهایی وجود داشته باشد. در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا نیز به کسانی که با تردید و بدبینی به مذاکرات نگاه می کردن پیام داد که در طول این مذاکرات هم ایران و هم غرب به تعهدات انجام شده در ژنو پایبند ماندند. جان کری در نشست مطبوعاتی خود پس از پایان مذاکرات گفت از یک سو پایبندی ایران به تعهدات ژنو و از سوی دیگر تخفیف تحریمها. توسط غرب توانست به باسازی اعتماد میان طرفین یاری کند با این حال وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد در طول مدت تمدید مذاکرات تا ابتدای ماه ژوئیه سال آینده نظام تحریم ها همچنان پا بر جای خواهند ماند کری از کنگره آمریکا خواست تا از روند مذاکرات حمایت کند با پیروزی اخیر جمهوری خواهان در کنگره آمریکا فشارهای آنها بر دولت اوباما به دلیل مذاکره با ایران افزایش یافته است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، پیشرفت‌های واقعی و بسیار مهمی در طول مذاکرات حاصل شده، اما همچنان بر سر برخی از مهمترین نکات اختلاف‌ها باقی مانده است. به گفته کری مذاکرات پیش رو نیست فقط به دلیل آنکه تمدید شدند آسان نخواهد بود و گفتگوهای دشواری در پیش است با این حال او گفت که ما در مورد جزئیات مذاکرات و طرحهای ارائه شده به هیچ وجه صحبت نخواهیم کرد تا بتوان این ایده ها را بدون تنش بررسی کرد کری مدت تمدید مذاکرات را هفت ماه خواند اما گفت طرفین باید ظرف چهار ماه بر سر کلیات توافق جامع مذاکرات سیاسی خود را به نتیجه برسانند به گفته جان کری در پایان چهار ماه اگر توافقی در خصوص عناصر اصلی حاصل نشود و مسیر روشنی وجود نداشته باشد در مورد ادامه مسیر تصمیم گیری خواهد شد. شب گذشته اعلام شد که مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق جامعه هستهی برای هفت ماه دیگر تمدید شد و قرار است در این دوره بخش دیگری از دارایی‌های های مسدود شده ایران آزاد شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون هماهنگ کننده پنج به علاوه یک در بیانیه مشترکی اعلام کردند که مفاد برنامه اقدام مشترک را تا نهم تیر ماه 1394 تمدید کردند تا امکان مذاکرات بیشتر فراهم شود. در این بیانیه اضافه شده است ایران و کشورهای پنج به علاوه یک مجددا تأکید می نمایند که کماکان تعهدات خود در برنامه اقدام مشترک را به صورت مؤثر به موقع اجرا خواهند کرد این بیانیه از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواسته که به نظارت بر اقدامات داوطلبانه برنامه اقدام مشترک ادامه دهند بنابراین این بیانیه نشست بعدی برای ادامه کار در آزر ماه برگزار خواهد شد در همین حال عباس عراقچی عضو ارشد گروه مذاکره کننده هسته ای ایران گفت جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به تفاهم جامع در هفته های آتی است تمدید مذاکرات هسته ای انتقادات کاران تندرو را در جمهوری اسلامی به دنبال داشته است یک عضو شورای مرکزی حزب معتلفه گفت یاران انقلاب هرگز اجازه سازش با آمریکا را نمیدند در همین راستا فرماندهان سپاه و بسیج هم کنایه ها و انتقادهای معناداری متوجه حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی کردند علی سعیدی نماینده ای در سپاه گفته باید به دلواپسان مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 علاوه یک حق داد علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران میگوید باید به دلواپسان مذاکرات هسته ایران و کشورهای پنج به علاوه یک حق داد و مخالفت از بیخوبون با انجام این مذاکرات اشکالی ندارد و در این حال تصریح کرده در صورت پذیرش به گفته او حقوق ایران توسط طرف غربی ممکن است مجلس ایران پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته ای را تصویب کند آقای سعیدی تصریح کرده کسانی که دلواپسی دارند باید به با آنها حق دهیم دلواپسی برای این است که نکند جایی امتیازی به دشمن دهیم که نباید داده میشد و یا به مشکلات دشمن توجه نکنیم از جمله هزار میلیارد بدهکاری آمریکا یا امتیازی که چین و روسیه حاضرند در این معادلات به ما بدهند و اینها موضوع کمی نیست که باید به این معادلات توجه کنیم عنوان دلواپسها در رسانه های ایران برای منتقدان مذاکرات هسته ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک به کار می رود. در رویداد مرتبط دیگر مدیر مسئول روزنامه خراسان گفت علی خامنه ای قبل از روحانی و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 92 به فکر مذاکره با آمریکا افتاد محمد سعید اهدیان گفته رهبر ایران بر اساس نامه ای از باراک اوباما به این نتیجه رسیده بود که باید از فرصت گفتگو با آمریکا استفاده کرد به تایید کرده که رهبر جمهوری اسلامی نیز مجوز ورود ایران به این گفتگوها را صادر کرده به گفته وی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مسقط گفته با فعالیت 1500 سانتیفیوش موافق است و تحریم ها بین 20 تا 30 سال لغو خواهد شد آقای اهدیان ادامه داده آمریکا پیشتر اعلام کرده بود نخستین دور تحریم ها را تعلیق موقت کرده و بعد از یک سال آنها را قطعی خواهد کرد و در سطحی بزرگتر با فعالیت هسته ایران موافقت کرده بود وی امکان تفاهم یعنی ایران و آمریکا در شرایط فعلی را منتفی دانسته اسدالله بادامچیان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلف نیز هشدار داده یاران دیرین انقلاب اجازه نخواهند داد در جمهوری اسلامی کسانی با آمریکا بر سر برنامه هسته ایران سازش کنند و افسوده در حال حاضر میتوان ایران را بدون درآمدهای نفتی اداره کرد و آمریکا هم غلط میکند که بخواهد خانه دنیا باشد در همین حال فرماندهان سپاه و بسیج در آخرین روز مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین کنایه ها و انتقادهای معناداری متوجه حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی کردند محمد علی جعفری فرمانده سپاه بیان که به نام روحانی دولت یا مذاکره کنندگان هسته اشاره کند گفته ادعی هنوز باور ندارند نظام به خاطر ایستادگی در برابر سلطه‌گرها تحت فشار قرار گرفته است جعفری افسوده اگر این افراد چنین باوری داشتند طور دیگری مذاکره میکردند این فرمانده سپاه هفته گذشته نیز گفته بود ناشیگری تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به عزت جمهوری اسلامی صدمه وارد کرده است محمد رزان نقدی فرمانده سازمان بسیج نیز در سخنانی حملات تندی متوجه کشورهای غربی کرده و گفته به جهنم که آنها علیه جمهوری اسلامی تحریم وضع کردند آقای نقدی با انتقاد از برخی مقام های دولت های محمود احمدی نژاد و حسن روحانی افزوده آنها در برابر تحریم ها احساس ضعف کرده و موضوع شعب ابی طالب را مطرح کردند. از ابتدای شروع مذاکرات هسته ایران در دولت روحانی اصولگرایان به ویژه شاخه تندروی آن جپه پایداری انتقادات شدیدی از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای را مطرح کردند از جمله 23 تیر ماه شرکت کنندگان در همایش خط قرمز با ادبیات شدیدی به تیم مذاکره کننده هسته ایران حمله کردند پیش از آن نیز اردیبهشت ما همایش مشابهی با عنوان دلواپسیم با حضور تعدادی از نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس برگزار شد با تمدید مذاکرات هسته ای نرخ دلار و سکه اصر دیروز در بازار ایران افزایش یافت صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دلار آمریکا را با 15 تومان رشد نسبت به گذشته 3250 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 3000 تومان افزایش 916 تومان تعیین کردند به گزارش ایرنا هر یورو در بازار آزاد نیز 4060 تومان و هر پوند نیز 5100 تومان معامله شد همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم با 3000 تومان رشد ۹۶۰ هزار تومان به خریداران عرضه شد، واکنش‌ها به تمدید مذاکرات هسته‌ای در آمریکا ادامه دارد. در همین راستا، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید باید به ایران فرصت بیشتری داده شود تا به نگرانی‌های مرتبط با برنامه اتمی خود پاسخ دهد و ممکن است اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نتیجه عکس در پی داشته باشد. این در حالی است که برخی از سناتورهای جمهوری خواه خواستار تمدید مذاکرات همراه با اعمال تحریم بیشتر بر تهران شدند. That that جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به تمدید زمان گفتگو با ایران گفت ما بر این اعتقادیم که آنقدر پیشرفت حاصل شده که فرصت بیشتری در اختیار حکومت ایران بگذارد تا به نگرانی های جامعی جهانی در مورد برنامه اتمی خود پاسخ داده و پروتکلی را به اجرا گذارد که جامعه جهانی را در زمینه اجرای توافقهای به دست آمده مطمئن سازد. در همین حال ستن از سناتورهای جمهوری خواه در بیانیه گفتند تمدید مذاکرات باید با افزایش تحریم ها همراه باشد چرا که به نظر آنها اصرار ایران بر حفظ هر گونه برنامه هستئی مشکل آفرین است. جان مکین، لینسی گراهام و کلی آیود از تصمیمگیران سیاست خارجی حزب جمهوری خواه هشدار دادند یک توافق بد با ایران موجب آغاز مسابقه هستئی و تسلیحاتی در خاورمیانه میانه می سناتور جمهوریخواه باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی سنا نیز گفت اون نگران است که تکرار تمدید از اهرام فشار آمریکا در این مذاکرات بکاهد و گفت کنگره باید پیش از هر نوع توافق نهایی مورد مشورت قرار گیرد آقای کروکر تصریح کرد قانونگذاران باید برای بررسی راحل های جایگزین مانند تحریم های شدیدتر در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد آماده باشند به افزود من ترجیح میدم دولت به مذاکره ادامه بدهد ولی به یک توافق بد که به بی بیثباتی بیشتر در منطقه و دنیا دامن میزند رضایت ندهد اد رویز نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیه گفت تمدید مذاکرات بهتر از توافق بدی است که در دوره از گفتگوها به نظر می رسید در حال شکل گرفتن است. با این حال اگر ایران در سال گذشته نتوانسته از تصمیم قاطعی بگیرد حال دلایل کمتری وجود دارد که فکر کنیم رهبر ایران در چند ماه آینده ممکن است نظرش را عوض کند او تصریح کرد چیزی که می تواند مقاومت تهران و رضایت ندادن به یک توافق جامع و موثر برای پیشگیری از تولید سلاح‌های های را تغییر دهد فشار اقتصادی است در بیانیه ادرویس گفته شده از ابتدای این مذاکرات دولت باراک اوباما با تلاش کنگره برای دادن اهرام فشار قویتر به مذاکره کنندگان ما برای اعمال تحریم های بیشتر در صورت شکست مذاکرات به شدت مخالفت کرده است اکنون نمیتوان فهمید که آیا در آن صورت پیامدهای مذاکرات در دوازده ماه گذشته می متفاوت باشد یا نه در بخش دیگری از این بیانیه نیز آمده است این هفت ماه تمدید باید برای افزایش فشار اقتصادی بر تهران به کار گرفته شود که همکنون به خاطر کاهش بهای نفت تحت فشار اقتصادی است تا این کشور را به پذیرش شرایطی وادار کند که تا به حال نپذیرفته است. گفتگوها به توافق نزدیک نیست، متاسفانه زمان به نفع تهران است تا به تحقیق و ساخت سانتروفیوش ها ادامه دهد. دولت باید به کنگره توضیح دهد که این تمدید مذاکرات چه توجیهی دارد. اما از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اینکه ایران و کشورهای پنج بالوی یک نتوانستند در مذاکرات هسته‌ای به توافق نهایی دست یابند ابراز خوشنودی کرد آقای نتانیاهو که پیش از اعلام رسمی تمدید مذاکرات برای هفت ماه دیگر به گزارش ها در این باره واکنش نشان می‌داد تصریح کرد نرسیدن به توافق بسیار بهتر است چرا که موافقت با آنچه که ایران میخواست به این کشور توانایی ادامه قنیسازی اورانیوم برای ساخت بمب اتم میداد در حالی که تحریم ها لغو میشد نخست وزیر اسرائیل همچنین تأکید کرده که این کشور همیشه حق دفاع از خود را محفوظ میداند روز دوشنبه اعلام شد که مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق جامع هسته برای هفت ماه دیگر تمدید شد و قرار است در این دوره بخش دیگری از دارایی های مسدود شده ایران آزاد شود. So okay. رهبران سیاسی فرانسه نیز به تمدید مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک واکنش نشان دادند. محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس گزارش می‌دهد. اگر دیدن دو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنار یکدیگر امری عادی به نظر می رسد، ادامه مذاکرات پنج به علاوه یک هم که به درازا کشیده و می کشد به گفته صاحب نظران امری عادی است. صبح امروز جدا از حضور وزیر خارجه فرانسه در رادیوی دولتی فرانسه و نوشته جراید از جمله روزنامه فیگارو تمدید مهلت دوباره تا سی جوان ادامه چالش ها برای یک توافق نهایی و جامع و اطمینان بخش است هرچند که همین تمدید مهلت نوعی توافق و تفاهم محسوب شده است اینجا در پاریس برخی معتقدند دو طرف مذاکره کننده نمیخواهند در پرونده این چنین مهم تفاهم و توافقها با یک نشست و برخاست پایان بگیرد اما از سال 2002 و آشکار شدن برنامه های پنهانی تا همین دوشنبه شب پرونده اتمی ایران از زمانی قطورتر شد که آقای احمدی نژاد در گفتار و رفتار ضد و نقیز شک و تردید غرب را به یقین تبدیل کرد جمهوری اسلامی ایران در پی برنامه های ادومیش مقاصد نظامی دارد. فیگارو می نویسد حاصل این مذاکرات برای آقای اوباما امتیازات بسیاری خواهد داشت. از طرف دیگر آنچه که دیپلماتها ها در نهان آن را پیروزی می دانند این است که از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی شرایط و فعالیت های ایران مانند گذشته نیست. آقای اولی اینون فرد دوم آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید آژانس از تمام چند و چون پایگاه های اتمی ایران اطمینان کامل ندارد. آقای اهود بارک نخست وزیر سابق اسرائیل ناراضی است. اما در راهروهای دیپلماسی غرب به جز دو مسئله کاهش تعداد سانس ها و نیز کاهش حجم اندوخته شده اورانیوم غنی شده به 500 کیلوگرم و نیز لغو مرحله ای تحریم ها همه گام ها به دلخواه برداشته شده است و بار دیگر این نظریه تکرار می شود که اختلافات ده ساله را با ده دقیقه نمی شود حل کرد. پاریس تلویزیون ایران فردا نسترن نعیمی همسر سهیل عربی زندانی محکوم به اعدام در گفتگو با سایت سهام نیوز میگوید که از تایید حکم اعدام همسرش شگفت زده شده است خانم نعیمی با اشاره به انکار همسرش نسبت به توهین به پیامبر از طریق صفحات فیسبوک میگوید که همسرش در بازجویی ابتدایی تحت فشار بوده است و نمیتواند ملاک صدور این حکم باشد حکم اعدام سهیل عربی به اتهام توهین به پیامبر از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیسبوک در دادگاه تجدید نظر تایید و جهت اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد. سهیل عربی فعال اینترنتی سی ساله و زندانی بند 350 اوین از طریق مدیریت صفحه‌ای در فیسبوک به نام نسلی که دیگر نمیخواهد سوخته باشد در دو دادگاه جداگانه به اتهام تبلیغ علیه نظام توهین به رهبری به سه سال حبس و به اتهام توهین به پیامبر به اعدام محکوم شد سازمان بسیج مستضعفین با ارائه طرحی به علی خامنه ای تلاش برای در اختیار گرفتن مرکز فراغ و زنان و خانواده را آغاز کرده است خامنه ای سال گذشته به مناسبت هفته زن خواستار راهندازی مرکزی عالی و فراقوه برای تدوین راهبردی صحیح درباره زن و خانواده شده بود مینو اصلاری رئیس بسیج جامعه زنان ضرورت تشکیل این مرکز را انتقال بحران زن از غرب به همه کشورهای جهان و از جمله ایران اعلام کرده و گفته است بهرهمندی جریانهای سیاسی از مطالبات زنان مشکلات را تشدید کرده است در صورت تایید طرح بسیج از سوی علی خامنه ای، این نهاد شبه نظامی به طور رسمی متولی بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری در امور زنان و خانواده در جمهوری اسلامی خواهد شد. اداره سیاسی سپاه پاسداران از آغاز فعالیت رسمی محمود احمدی نژاد برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبر داد. آنطور که اداره سیاسی سپاه اعلام کرده رئیس دولت دهم ده در این زمینه با گروهی از مقام های دولت سابق و فعالان سیاسی چندین دیدار داشته است با وجود افزایش فعالیت رسانه‌ای حامیان رئیس دولت دهم ده نزدیکان احمدی نژاد میگویند وی تصمیم ندارد در انتخابات آتی مجلس نامزد شود محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران میگوید وابستگی مقامها در جمهوری اسلامی به رأی مردم باعث شده است که از عمل به تکلیف الهی فاصله بگیرند این فرمانده سپاه از تلاش برای جلب رضایت کسانی که به مقامهای دارای قدرت رأی دادند به عنوان یکی از مشکلات این مقامها در نظام اسلامی نام برده است وی توجه به خواسته های مردم را امر خوبی دانسته اما افسوده برخی مسئولین فقط به بخشی از خواست مردم که رفاه معیشت و امنیت است توجه دارند در حالی که مردم نیازهای مادی را بر نیازهای معنوی ترجیح میدند ستاد بزرگداشت روز نه دی فراخانی را با هدف برگزاری همایشی با عنوان خسارت اقتصادی فتنه 88 منتشر کرده است این حمایش قرار است در دیماه 1393 برگزار شود و هدف آن ریشه یابی شناسایی پیامدها و خسارت های حوادث سال 88 در حوزه های مختلف اعلام شده است اتخاذ سازوکارهای مناسب برای مقابله با هر گونه فتنه در آینده و معیوز کردن دشمنان از تمع ورزی به کشور از دیگر اهداف این همایش است وقایع سال 1388 همچنان موضوعی مهم از نظر مقامهای جمهوری اسلامی است تا جایی که حاضر به رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیستند دادسرای کارکنان دولت برای سعید مرتزوی رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرد وکلای کارگران شاکی در پرونده تخلفات این سازمان رفتار سعید مرتزوی در جلسه دادسرا را پرسش برانگیز توصیف کردند سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به دلیل وارد بودن اتهام تصرف غیرقانونی در اموال این سازمان و شستا قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است به گفته وکیل کارگران شاکی پرونده این قرار روز دوشنبه توسط دادسرای کارکنان دولت و برای جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است مصطفی ترک همدونی یکی از وکیل کارگران شاکی این پرونده پس از جلسه دادسرا به خبرنگاران گفت در این جلسه اتهامات خیانت در امانت اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارائه دفاعیات از سوی متهم برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد مصطفى ترک همدانی، علی رضا دقیقی و پیمان حاج محمود اتار سه وکیل تعدادی کارگران از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار هستند که از سعید مرتضوی به اتهام اختلاس و خیانت در امانت شکایت کردند. این شکایت پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذرماه سال 92 که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است تخلفاتی که مرتضوی آنها را رد می کند. از جمله موارد تخلف مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پرداخت هدیه به 37 نماینده مجلس مقامهای ارشد دولتی و برخی رسانه ها و انتقال سهام تامین اجتماعی در 138 شرکت ایرانی به بابک زنجانی در ازای دریافت مبلغی بیش از 4 میلیارد یورو است آقای مرتضوی این موارد را رد کرده است. او روز دوشنبه سوم آذر گفت مستنداتی ارائه کرده است که همگی نشان میدهد پرداختها به نمایندگان همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه ایشان قرار دارند پرداخت کنند. دادستان سابق تهران همچنین در مورد معامله با بابک زنجانی گفته هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی پرداخت نشده است مصطفی ترکمدانی وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی روز دوشنبه تصریح کرد و کلای پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی اتهام جدیدی به سعید مرتضوی وارد کردند که شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است با این حال سعید مرتضوی گفته هنوز تصمیم نهایی درباره صدور قرار تأمین گرفته نشده و صدور آن به ارائه اسناد و مدارک از سوی او موکول شده است وی افسوده بازپرس پرونده با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی وی بر سازمان تامین اجتماعی دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را مستاق تحصیل مال از طریق غیرقانونی دانسته است آقای مرتضوی گفته کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیئت امنا 68 میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است سعید مرتزوی همچنین در واکنش به حکم محرومیت دائم از شغل قضاوت و ممنوعیت انتصاب به کارهای دولتی برای پنج سال که هفته گذشته توسط دیوان عالی ایران تایید شد گفت این حکم هنوز به وی ابلاغ نشده است این حکم در جریان رسیدگی به پرونده کهریزک برای دادستان سابق تهران صادر شده است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری اعلام کرد که استعفای چاک هیکل وزیر دفاع این کشور را پذیرفته است. آقای اوباما اعلام کرد که چاک هیگل تا تعیین وزیر دفاع جدید همچنان مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده خواهد داشت. انتقادها از عملکرد هیگل در سوریه، عراق و افغانستان و اختلاف بر سر استراتژی این کشور در سوریه و چگونگی مقابله با داعش از علل استعفای او بوده است. در پی صدور قرار منع تعقیب برای یک مأمور پلیس که چند ماه پیش یک نوجوان سیاهپوست آمریکایی را در شهر فرگوسن آمریکا کشت معترضان در این شهر به شورش خشونت آمیز و قارت اموال و مغازه ها دست زدند یک مأمور پلیس سفید پوست روز 9 اوت در جریان یک درگیری در شهر فرگوسن مایکل براون نوجوان 18 ساله سیاه پوست را با شلیک گلوله از پای درآورد. مرگ این نوجوان آمریکایی ناآرامی و آشوبهای گسترده ای را در این شهر 20 هزار نفری رقم زد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و خانواده مایکل براون جداگانه از معترضان خواستند آرامش خود را حفظ کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی خود در برابر گروه های زنان در استانبول برابری کامل زن و مرد را برخلاف قوانین طبیعت دانست آقای اردوغان گفت دین اسلام جایگاهی را برای زنان تعریف کرده و آن هم مادری است او فمینیست ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها نقش مادری زنان را قبول ندارند در نتیجه نمیتوان با آنها اهمیت نقش ویژه‌ای که مادران و زنان در اسلام دارند را توضیح داد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بارها درباره زنان اظهار نظرهایی کرده که با مخالفت فمینیست ها روبرو شده است وی در سال 2012 به شدت با سخت جنین مخالفت کرد و آن را یک جنایت نامید منابع امنیتی و شاهدان میگویند یک فروند جنگنده ناشناس به فرودگاهی در شرق ترابلوس پایتخت لیبی حمله کرده و باند این فرودگاه را هدف قرار داده است این حمله هیچ خسارت مالی و جانی در بر نداشت یک منبع ناشناس امنیتی گفته است احتمالاً این جنگنده متعلق به نیروهای جنرال خلیفه افتر می باشد نیروهایی که در حال نبرد با افرادگرایان و نیروهای تروریست در لیبی هستند لیبی حدود سه سال است که درگیر ناامنی ناشی از فعالیت گروه های تروریستی و جنگ داخلی است نیروهای ارتش عراق با حمایت شبه نظامیان شیعه و کرد دو شهر استان دیاله را در شرق این کشور از شبه نظامیان موسوم به حکومت اسلامی پس گرفتند گروه داعش بیشتر نواحی شمال غربی عراق و شمال شرقی سوریه را در کنترل خود دارد مقامات پلیس میگویند به دلیل مقاومت های پراکنده نیروهای داعش در حومه این دو شهر درگیری ها همچنان ادامه دارد استان دیاله در سال 2006 و در اوج درگیری های خونین فرقه در عراق شاهد نبردهای سنگینی بین شپنظامیان سنی و شیعه بوده است خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی خود اعلام کرد که دست کم 100 نفر در شرق شهر بنی در جمهوری دموکراتیک کانگو در روز پنجشنبه گذشته قتل عام شدند این قتل عام جدید آمار صدها نفری قتل عام اخیر را که به تازگی در شرق این کشور صورت گرفته بود به طرز نگران کننده افزایش میدهد دولت این کشور گروه نیروهای دموکراتیک متحد را که یک گروه اسلامگرای اوگاندایی است مسئول این قتل عام ها معرفی کرده است وزیر دارایی روسیه اعلام کرد که کاهش بنای بهای نفت بین 90 تا 100 میلیارد دلار و تحریم های اقتصادی غرب 40 میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضرر زده است این در حالی است که برخی از تحلیلگران خسارت روسیه از تحریم های اقتصادی را بیشتر ارزیابی کردند آنتوان سیلوانوف گفت افت بهای نفت و تحریم های مالی غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین سالانه 130 تا 140 میلیارد دلار به اقتصاد روسیه ضرر خواهد زد. بهای نفت از ماه جوان از بشکه 115 دلار به 80 دلار سقوط کرده است. دو سوم از درآمد دولت روسیه از محل صادرات نفت و گاز تأمین می شود. کاهش بهای نفت در این حال باز در حال وام های خارجی روسیه را به مخاطره می اندازد. محققان امنیتی اعلام کردند یک نرم افزار اینترنتی بسیار پیچیده را کشف کردند که از سال 2008 میلادی برای سرقت اطلاعات از ها، بازرگانان و سایرین مورد استفاده قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت امنیتی سیمانتک گفته است این بدافزار که نام رگین رویان گذاشته شده به طور سیستماتیک مشغول جاسوسی علیه یک سری اهداف بین المللی بوده است به گفته شرکت یاد شده بدافزار رگین شباهت با ویروس اینترنتی استاکس نت که به ویژه در ایران فعال بوده داشته است و این بدافزار دارای پیچیدگی هایی است که تاکنون به ندرت دیده شده است محققان بدافزار رگین را تهدیدی چند مرحله ای توصیف کردند که به گفته آنان هر مرحله آن مخفیانه بوده و با رمزگذاری همراه شده است و هنوز بسیار دشوار است که مشخص شود این بدافزار چه اقداماتی انجام میدهد. علی متحری با تأکید بر اینکه حصر موسوی و کروبی بدون حکم قانونی خلاف عدالت است گفت مسئله سال 88 اعتراضی معمولی بود که به دلیل سوء مدیریت ها منجر به آن وقایع شد و همین سبب استمرار بیش از حد اعتراضات و حوادث ناگوار شد آقای متحری با بیان اینکه یکی از دلایل مهم حوادث ناگوار سال 88 حضور احمدی رجا در جشن پیروزی انتخابات و سخنرانی وی بود گفت آنچه شبهه تقلب در انتخابات را تقویت کرد این بود که موسوی پیشا پیش اعلام کرده بود که من برنده انتخاباتم متحری در ادامه گفت در جریان فتنه باید دو طرف محاکمه شوند به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار